دوستان بسیار گرامی من بسیار خوشنودم که فرصت دیگری دست داد که در خدمتتون باشیم. جوزف آنتوان نام کتابی است که اخیرا منتشر شده، در ماه سپتامبر منتشر شده و نویسنده او نامی است آشنا برای تمام ایرانیان. سلمان رشدی، احمد سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیه های شیطانی. این کتاب در واقع خاطرات سلمان رشدی است از زمانی که فتوایی علیه او و علیه جان او از طرف آیت الله خمینی صادر میشه و تا زمان حال و روزگاری که در این مدت چند سال میگذراند. در این رابطه گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر عباس میلانی که آقای دکتر عباس میلانی قرار است با دو استاد دانشگاه استنفورد در یک پنل این کتاب رو مرور کنند و مورد بررسی قرار بدند. آقای دکتر میلانی به اتفاق امیر اشل رئیس مرکز اروپایی دانشگاه استنفورد و استاد زبان آلمانی، استاد زبان و ادبیات آلمانی و همچنین توبیاس وولف استاد انگلیسی و ادبیات انگلیسی در دانشگاه استنفورد در مورد این کتاب نشستی خواهند داشت و گفتگویی خواهند داشت که البته گفتگویی است عمومی، دعوت عمومی شده، کسانی که مایل هستن میتونن در این جلسه شرکت کنند. به این بهانه ما از آقای دکتر میلانی دعوت کردیم که گفتگویی با ایشون در همین زمینه داشته باشیم که مهربانانه قبول کردن. بنابراین من میروم که از طریق اسکایپ و استفاده از تکنولوژی مدرن یا سوء استفاده از تکنولوژی مدرن کتم رو برتن بکنم و به وسیله اسکایپ با ایشون از فاصله 150 مایلی گفتگو داشته باشم. امیدوارم گفتگویی که خدمتتون تقدیم میکنیم مورد توجهتون واقع بشه. جناب آقای دکتر میلانی، بسیار سپاسگزارم از اینکه در این روزهای پرمشغله‌ای که دارید، می‌دونم برنامه‌های پشت سر هم دارید، وقتی هم به ما دادید که گفتگوی کوتاه با هم داشته باشیم. خیلی متشکرم از من دعوت کردید. آقای دکتر میلانی، مرکز اروپایی دانشگاه استنفورد از شما دعوت کرده که به اتفاق آقای امیر شل رئیس این مرکز و استاد زبان آلمانی این مرکز و همچنین آقای توبیاس وولف استاد انگلیسی این دانشگاه و به اتفاق در یک پنل سه نفره در مورد آخرین کتاب سلمان رشدی جوزف آنتوان که در واقع خاطرات او هست یک گفتگوی داشته باشید و در واقع بررسی داشته باشید بر این کتاب. و با توجه به اینکه شما خودتون یک نویسنده هستید و منقد کتاب، برای مدت زیادی نقد کتاب میکردید و من خودم از خواننده‌های اون بودم زمانی که در کرونیکل و اگزامینر این کار رو انجام میدادید، پرسش ابتدایی من از شما این هستش که شما کلن مقام ادبی سلمان رشدی رو جدا از جنجال هایی که داشته، کتاب آیه های شیطانی و دیگر اتفاقاتی که افتاده، چطور ارزیابی میکنید؟ من فکر میکنم یکی از بهترین نویسندگان زبان انگلیسی در قرن بیستم هست بدون اقراق، کما اینکه برخی از بزرگترین جایزه های ادبی انگلیسی زبان ها رو برده، بوکر رو برده، دو کتاب قبلیش اون فرزندان نیمه شب و شرب به نظر من کتاب های بسیار بسیار برجسته بودن. آیه های شیطانیش به رغم سر صدایی که کرد رمان به غایت به گمان من
هم زیبایی است، هم پیچیده است، هم پر طنز و پر طنازی است. کسانی که باش مخالفت کردن، من فکر میکنم یک اکثریت عظیمشون به کتاب عنایتی نکردن و کتاب رو نخونده بودن، وگرنه اون سرصده ها رو به پا نمیکردن. این خاطرات هم به نظر من خاطرات بسیار بسیار جالب و گیرایی است که در واقع هم میشه گفت کتاب قبل از آیه های شیطانی است و هم کتاب بعد از آیه های شیطانی است، با هر دوی رابطه تنگا تنگی داره. آقای دکتر، در این زمان قریب که بعد از چندین سال بعد از زندگی در خفای سلمان رشدی میگذره و همچنین خب زمان تغییر کرده، اوضاع سیاسی دنیا تغییرات عمده‌ای کرده، شما نوشتن این کتاب رو در این زمان از طرف سلمان رشدی چطور تعبیر میکنید؟ منظور او رو از نوشتن این کتاب چجوری تعبیر میکنید؟ چه فکر میکنید که چرا این کار کرد؟ من فکر کنم یه مقداری میخواسته، واضحه که در فکر نوشتن این کار بوده، برای اینکه از متن کتاب برمیاد که یادداشت‌های دقیقی برمی‌داشته. یه مقداری میخواد اون تجربه رو بازگو کنه برای کسانی که نمیدونن چه معنایی داره که آدم طعمه یک مش قاتل باشه که قرار حقوقشون رو از یک دولتی به اصطلاح دریافت میکنن. میخواسته از اون کسانی که ازش حمایت کردند تشکر بکنه، و چون سلمان رشدی است و آدم خیلی صریحی است، میخواست در این حال در کتاب پنبه اونهایی هم که ازش حمایت نکردن یا سستی کردن، پنبه اونها رو هم بزنه که زده. در این کتاب واقعا در این مدت چند سالی که او در خفا بوده، 9 سال که واقعا خفای کامل بوده، زندگی پرتلاطمی داشته. ارتباطش با محافظینش و همچنین دوبار ازدواج کرده، حتی وقتی مزدوج، یک طلاق و 2 ازدواج داشته با خانم ویگنز. مزدوج بوده و خانم ویگنز خب خسته شده بوده از زندگی در خفا، او رو رها میکنه و بعد او با الیزابت وست ازدواج میکنه که از او فرزندی دیگر داره غیر از فرزند بزرگش زفر به نام میلان، و بعد هم با یک هنرپیشه بازیگر سینما و بازیگر هندی آمریکایی سینما و مدل پلی بوی ازدواج میکنه و سخت عاشق اون میشه، به طوری که تن به بسیاری چیزهایی میده که با میلش نبوده، و بالاخره این ازدواج هم به پایان میپذیره. این به نظر شما روحیه ماجراجویانه سلمان رشدی نیست که اگر که برگردیم به عقب ببینیم که شاید همین روحیه باعث شده که کتاب آیه های شیطانی رو بنویسه، با اینکه شاید واقف بوده که نه به این شدت ولی عواقبی در انتظارش هست؟ آیا شما فکر میکنید روحیه سلمان رشدی رو شما خودتون عنوان یه نویسنده چطور بررسی میکنید؟ ببینید، اینا چند تا سوال مختلف است. یکی روحیه او به عنوان نویسنده، یکی اینکه آیا میدونسته این داره چه کاری انجام میده، سه رابطه زندگی خصوصی او با کارش، چهار رابطه شخصیت او با این جدایی ها. من فکر میکنم نوع برخوردش با این خانم های مختلف در کتاب فرق میکنه. با زن اولش مثلا به نظر من خیلی رابطه حساس و نرمی داره، تا آخرین لحظه ای خاطرتون باشه، تا لحظه ای که میمیره در کنارش هست، شب آخر رو در کنار، با اینکه چندین سال ازش جدا شده، از همسر اولش، به صبح میرسونه. رابطهش با خانم دومش مری ویگنز بسیار رابطه تلخی است و احساس میکنه که
اون خانم ویگنز رو تنها گذاشت. احساس میکنه که اون میخواست دنبال شهرت خودش بود و از تحت شعای سلمان رشدی بودن به ستو آمده بود. من رفتارش رو، رفتار قلمیش رو با اون خانم به نظرم خیلی منصفانه نیامد، یه کمی زیادی زخم زبون بهش میزنه به گمان من. دومی و سومی هم اونها کار دل دیگه، کار دل رو نمیشه در ازش جلوگیری کرد. من فکر می کنم رشدی تصور میکرد که یک دولتی یا بیاد و در قرن بیستم این حق رو به خودش بده که برای ناشرین یک کشور دیگری و برای نویسندگان یک کشور دیگری نه تنها تعیین تکلیف بکنه، بلکه حکم قتل صادر بکنه. اینکه عده ای از مسلمین افراطی مثلا هندوستان یا پاکستان یا خود انگلستان اونچنان که در برادفورد کردن کتاب بسوزونن، خب نشان عقب افتادگی اونهاست. کسی که کتاب میسوزونه در هر زمانی کتاب سوزه و یادآور خاطرات هیتلره. هیچ کسی فکر نمی کنم افتخاری میتونه بکنه که کتاب سوزونده، ولی تصور نمیکرد به گمان من که یک چنین واکنشی رو دولت ایران به خصوص انجام خواهد داد و بهایی که براش پرداخت به گمان من خیلی بهای گرانی بود. و سعی کرد، همونطوری که میدونید در کتاب، سعی کرد یک راه آشتی پیدا بکنه، حتی پوزش خواست، حتی به اسلام گروید، بس گفت که من مسلمان هم، با اینکه اینجا خیلی استراحت میگه من دروغ گفت، من در این خانواده مسلمان زاده شدم ولی از اوان کودکی یا جوانی از وقتی که رفتم به انگلستان دیگه مسلمان نبودم. و اتفاقا در چاپ دوم مجموعه مقالاتش اون پوزشنامه رو حذف کرده، یه کار عجیبی که کرده، اون پوزشنامه رو از اون مجموعه حذف کرده و به جاش یه مقاله تندی علیه اونهایی که در واقع به گمان خودش فریبش دادن، بهش گفتن تو اگه اینو بگی کوتا میاد اون طرف، نکرد. به همین خاطر من، خیلی ها میگن که اون روح ماجرا جورانده چه باعثی میدونسته، من اصلا فکر میکنم این نوع برخورد غلطه. حتی اگر اون روح ماجراجویانه داشت، حتی اگر میخواست یه حرف زنندهی بزنه، حقشه. در یک جامعه آزادی زندگی میکنه، تو حقت این حرف رو بزنی. اگر ناشری پیدا کردی، حقتون کتاب رو چاپ بکنی. تو هم به عنوان یک مسلمان حق داری علیهش اعلام اقامه دعوا بکنی در دادگاه، حق داری در مقابلش از قانون اجازه بگیری، اعتصاب را بندازی، اعتراض بکنی، حق داری کتاب رو نخونی، حق داری علیهش تبلیغ بکنی. همه اینها حق مسلم شماست، ولی مطلقا حق شما نیست، حق هیچ کس نیست که در اون بر دنیا بشینی و بگی که کسی که در اون بر دنیا یک کتاب نوشته، من حکم قتلش رو صادر میکنم و پولم بهش میدم. واضحه که کسی اصلا تصور نمیکرد در قرن بیستم کسی به خودش این حق رو بده که این کار رو بکنه. و جامعه بین‌المللی هم برتابه این رو، جامعه بین‌المللی با اینکه فشار زیاد آورد و ناچار کرد جمهوری اسلامی رو که عقب بشینه و بگه که ما اجرا نمی کنیم، ولی با این حال برای 9 سال اینها این حق رو به خودشون دادن که یه چنین کاری بکنن. علاوه بر این که 120 نفر دیگر از مخالفین خودشون هم در اروپا کشتن، اروپایی در مقابل اونا واکنش زیادی نشون ندادن، ولی این یکی خب واقعا یک گام
خیلی خیلی جدیتری بود و مغایر تمام به گمان من اصول شناخته شده پذیرفته شده عرف بین المللی قرن بیستم و بیست و یکم بود. آقای دکتر، یک مسئله که خیلی سلمان رشدی در این کتاب بهش اشاره میکنه و خیلی هم طبیعی هستش، ترس، واهمه و ترس از اینکه خراب زندگی رو ازش بگیرن و رو به قتل برسونن و چندین اتفاق رو ازش یاد میبره. یکیش که همسایش بدون اطلاع قبلی در میزنه و او میره پشت میز قایم میشه و چند اتفاق دیگر رو ذکر کرده. من میخواستم یک پرسشی که یک کمی هم به خود شما ارتباط پیدا میکنه ازتون بکنم. این هستش که خود شما به شکلی در زمان فعالیت های سیاسیتون در ایران این ترس و واهمه رو حس کردید، یعنی این حالت رو تجربه کردید. آیا وقتی شما این کتاب رو میخوندید یه مسائلی برای خود شما به طور شخصی تداعی نمیشد؟ ببینید، ترس هم میشه تداعی ترس میکنه و یادآور ترسه و ترس از یه چیزی که معلوم نیست در کجا نهفته است اون هم یادآور. مثلا وقتی که میگفت ما اگر صدای ماشینی یه دفعه مثلا در محله میامد ما نگران میشدیم، خب هم که در ایران بودیم در اون زمان اگر وسط شب در میزدن یا تلفن زنگ میزد یا ماشینی وای میساد، اون واهمه های به قول آقای ساعدی واهمه های بینام و نشان همه میامد واقعا. ولی این یه نوع ترس دیگری است. ببینید، این تو هویت خودتو، خب یه دی مخفی زندگی میکردم، من هرگز در ایران مخفی زندگی نکردم، ولی این مخفی زندگی میکنه، مجبور میشه یه هویت دیگری بگیره، یک نام دیگری بگیره و مجبور میشه که تو ایران دوباره وقتی که حتی شما اون کسانی که فعالیت مخفی میکردن بازم فعالیت روزمرهشون رو ادامه میدادن. این بسیاری از فعالیت روزمرهش رو ازش محروم بوده، از دیدن فرزندش محروم بوده، از کارهای یومیه بتونه بره مثلا بقالی سر محل پیاز بخره، پنیر بخره. میدونید اینها به نظر ما که این آزادی ها رو داریم چیزهای روزمره هستن، ولی وقتی از همون بگیرن اونها رو میفهمیم که چه واهمه ای هست. چیزی که برای من خیلی محسوس تر بود، حقیقت چی بگم، این است که احساس کردم همه کسانی که در ایران در 70-80 سال اخیر، 100 سال اخیر دست به قلم بردند در هر زمینه ای، خاطره کسروی در پس ذهنشون هست و اینکه یک نیروی هست که حاضره بدون دادگاه، بدون هیچ نوع شأن قانونی، وقتی که کسروی رو کشتن بر اساس فتوای یک آخوندی کشتن، در دادگاه نرفتن، هر کسی در اینا قلم دست به قلم برده، این واهمه پس ذهنش بوده و تلاش زدن آقای رشدی هم به گمان من تتمه یا بخشی از تلاش ترور کسروی روی دیگر همون سکه است. روی دیگر سکه است که میگه من با وحشت نمیذارم توی بحثای وارد بشی. اسلام همیشه انقدر از بحث واهمه نداشت. شما اگر متون اولیه سال چند 300 سال اول اسلام رو بخونید میبینید اینها خیلی چیزهایی که الان اصلا قابل تصور نیست در ایران بحث بشه آزادانه بحث میشد. از ابن سینا بگیرید تا بعدها سهروردی بگیرید. یعنی جامعه ای که میترسه از بحث جامعه ای است که از خودش مطمئن نیست. اسلام یه زمانی از خودش مطمئن بود و حاضر بود با هر کسی در هر جایی با
با هر فلسفه‌ای در هر جای بشینه و مباحثه بکنه. قاتل کسروی هم در آغاز سعی میکنه از طریق مباحثه باش مسئلهش رو حل کنه، ولی نمیتونه. از پس کسروی بر نمیاد، پس کسروی آروم نمیشه. این تلاش برای خفه کردن بحث و برای خفه کردن آزادی قلم به نظر من ادامه همون جریانه و متاسفانه اون چیزیست که برای من خیلی بیشتر تجربه او منو خیلی خیلی بیشتر یاد کسروی مینداخت تا یاد کسانی که فعالیت سیاسی میکردن. چون به هر حال این هم هست که کسی که فعالیت سیاسی در یک رژیم خودکامه میکنه به حال انتظار حلوا نداره، میدونه که زندان هست حداقلش دیگه، ولی یک کسی که تو یک جامعه آزادی زندگی میکنه و یک رمان مینویسه دیگه انتظار این که شب در خونش بیان بذارم بگن آقا باید الان ببریم چون یه تیم ترور از ایران اعزام شده و میخوان تو رو بکشن، انتظار اونو نداره. من اصلا فهم کنم اونه که این تجربه رو خیلی غریب میکنه. آقای دکتر میلانی، من میخواستم چون یافتن شما سخته با گرفتاری هایی که خودتون دارین، ولی سخت میشه به شما دست یافت، این هستش که میخواستم یه پرسشی خارج از این جریان بکنم. اتفاق بسیار جالبی داره در دانشگاه استنفورد میفته دروز دیگر و این پنجمین جایزه خانم بیتا دهیوباریه که به آقای مهندس سیهون داده میشه و به نظر من یکی از کارهای قابل تقدیر هست، یک کارهای جالبیست که این خانم دارم میکنه، ضمن تقدیر از ایشون. میخواستم یه توضیحی در این مورد بدید و خود من کنجکاو بودم که شما کسانی که دریافت کننده این جوایز هستند رو شما یا هر گروهی تعیین میکنن، بر چه مبنایی این کار رو انجام میدن؟ ببینید این الان پنجمین ساله که ما این جایزه رو دادیم. سال اول از هر من شمس بود که برنده کی از سرکار خانم سیمین بهبهانی بودن که آمدن، شما یادم میاد داشتید. بعد خانم گلی ترقی بود، بعد استاد شجریان بودن، بعد آقای بیزایی بودن، امسال هم آقای مهندس سیهون هستن. اگر توجه بکنید اینا در واقع طیف کامل هنرهای مختلف رو در بر میگیرن، از معماری و نقاشی، آواز، قصه، شعر. و مراد ما در انتخاب این پنج نفر اول این بود که چند کار انجام بشه. یکی این که واقعا هر کدوم در رشته خودشون سرآمد باشن، دو رشته های مختلف رو در بر بگیرن، سه ملاک و معیار برندگی رو بالا باشه، اونقدر بالا باشه که واقعا قدر جایزه هر سال بالاتر و بالاتر بره. و گروهی هم که این رو مثلا امسال گروهی که ایشون رو انتخاب کردن، برخی از برندگان جایزه در سالهای گذشته بودن، برخی از اساتید بودن که ما باشون مشورت کردیم، نظر خواستیم و استاد سیهون امسال برنده این جایزه هستن. از این نوع جایزه کمه واقعا برای و بایستی خیلی بیشتر باشه. این افراد قدرشون باید شناخته بشه، بیشتر باید شناخته بشه. بیزایی یک عمر کار کرده، 100 تا کتاب و نمایش نوشته. سیهون واقعا یکی از پیش کسوتان معماری ایران، معماری نو ایران، و دریغه که قدر این آدم ها شناخته نشه. و این واقعا حسن نظر و سعی صدر خانم دریاباری است که یک چنین کمکی به دانشگاه کردن که فرصت داد هم ما کسی مثل بیزایی رو برای استاد مدعو داشته باشیم، هم هر سال کسی مثل
سیمون امسال، بیزایی پارسال، شجریان سال قبل رو به دانشگاه بیاریم، با هم دانشجویان و استادان آشناشون بکنیم، هم قدردانی ازشون بشه و هم جامعه ایران، ایرانیان این منطقه رو، این فرصت رو براشون فراهم کنیم که با این افراد، با این بزرگان آشنا بشن. جلسات همه همونطوری که میدونید مجانی است، مهمانی کوچکی هم بعدش هست به صرف چای یا شیرینی به قول ایرانی ها، و از همه دوستان دعوت میکنم که پنجشنبه تشریف بیارن. در دانشگاه استنفورد اتفاقا امسال در جایی گرفتیم که پارکینگ هم همون زیر هست، بارون هم باشه ناراحت نباشید، با آسانسور میتونید بیایید طبقه، در این ساختمان جدید مدرسه به اصطلاح نایت سکول آف منیجمنت. اگه به سایت ما هم اگه برید اونجا آدرس و جزئیاتش هست. آقای دکتر بسیار ازتون سپاسگزارم، هم برای این مصاحبه و هم فرصتی است برای من به عنوان یک عضو جامعه ایرانی خارج از کشور از شما سپاسگزاری کنم برای تمام این زحماتی که میکشید و باعث میشین که این اتفاقات بیفته. صداهایی که در ایران نمیذارن شنیده بشه شما اینجا با صدای بلند تنین میندازید و واقعا نمیدونم چجوری ازتون سپاسگزار میکنم. میدونم که این کارهای شما موندگار خواهد شد و همیشه به یادگار خواهد بود. براتون آرزوی سلامتی میکنم. خیلی خیلی از لطفتون متشکرم. قربون شما.